دلار در آستانه 20,000 تومان، سکه 8,200,000. چرا وقتی کار دلار سکه است، کار اقتصاد ایران زار است؟ از میهمانان برنامه میپرسیم تأثیر سقوط ارزش پول بر تورم در اقتصاد ایران چیست و مسئولان چه راهکاری برای مهار این شرایط دارند. همچنین در ادامه برنامه 60 دقیقه ورود ششمین کشتی ایرانی به آبهای ونزوئلا، ایران میگوید که برای گرفتن پول محموله ها مشکلی ندارد. 4 استان ایران در وضعیت قرمز شیوع کرونا، وزارت بهداشت میگوید در تهران هم آمار مراجعه به بیمارستان ها بیشتر شده. و اولین گرد همایی انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا از زمان شیوع کرونا، ترامپ میگوید اگر ایران حالا معامله نکند، بعد از پیروزی او بهای سنگین تری خواهد پرداخت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی در ایران قصه تازه‌ای نیست، ولی تکرار آن این روزها نشان از ریزشی تازه است در اقتصادی لرزان. قیمت دلار امروز تا 19750 تومان بالا رفت، بسیار نزدیک به عدد نمادین 20000 تومان. وضعیت سکه طلا هم همین بوده و امروز تا 8,200,000 تومان بالا رفته. در ماه‌های اخیر سیلی از پول نقد به طرف بازار بورس، مسکن، خودرو و حالا دلار و سکه به راه افتاده. پول‌هایی که روز به روز ارزش خود را از دست می‌دهند. تجربه نشان داده که وقتی کار دلار سکه است، کار اقتصاد ایران زار است. چرا اقتصاد ایران از نفرین جهش‌های قیمت ارز خلاص نمی‌شود؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از بهرنگ تاجدین. اسکناس هایی که ارزششان کم و کمتر می شود، سال به سال، ماه به ماه و گاهی حتی روز به روز. از یک طرف تورم قدرت خریدشان را کم می کند و از طرف دیگر سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی. پاییز پارسال هر دلار آمریکا حدود 11,000 تومان بود، ولی در 8 ماه گذشته قیمت آن در بازار غیررسمی به تدریج بالاتر رفته تا امروز در اولین روز تیر 1399 به نزدیکی 20,000 تومان برسد. این یعنی ارزش ریال در یک هفته گذشته 10% و در این 8 ماه 75% پایین آمده. ظاهرا یکی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت دلار در روزهای اخیر بالا گرفتن تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران و قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده. این در حالی است که 2 روز پیش رئیس بانک مرکزی ایران نوشته بود ارزش ذاتی نرخ ارز از نرخ بازار حتما پایین‌تر است و نباید از شرایط حاصل از شیوع کرونا و جو روانی قطعنامه شورای حکام سیگنال اشتباه گرفت. عبدالناصر همتی وعده داده بود بانک مرکزی علارغم فشارهای آمریکا ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را تأمین کند. ولی کمبود ارز داد بعضی از تولید کنندگان و وارد کنندگان را درآورده. همین یک هفته پیش بود که عده‌ای از آنها جلوی بانک مرکزی تجمع کردند تا به نظام یک پارچه معاملات ارزی یا نیما اعتراض کنند. نیما باید جمع بشه تا اوضاع بهتر بشه. سامانه‌ای که در آن قرار است صادر کنندگان ارزشان را زیر قیمت بازار به وارد کنندگان کالاهای غیر اساسی بفروشند. معترضان میگفتند ما هاست که پولش را دادند ولی خبری از دریافت ارز نبود. حالا بانک مرکزی در بیانیه‌ای به صادرکنندگان هشدار داده. ضمن تاکید مجدد به صادرکنندگان برای تسریع در برگشت ارزهای حاصل از صادرات طی سالهای 97 و 98 تا پایان تیر ماه، بانک مرکزی اعلام می‌کند در صورت عدم برگشت ارز، اسامی تمام صادرکنندگانی را که ارزهای صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور برنمی‌گردانند در رسانه‌ها منتشر می‌کند. ولی مسئله فقط میزان عرضه ارز نیست. از اول اردیبهشت که بانک‌ها به درخواست بانک مرکزی نرخ سود را به 15% کاهش دادند که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است، انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش یافت و این سپرده‌ها راهی بازارهای دیگر شد. هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار سهام یکی از دلایل اصلی رشد سرسام‌آور شاخص بورس تهران بوده.
شاخصی که امروز از مرز 1,300,000 واحد هم گذشت. با وجود پایین نگه داشتن نرخ بهره، بانک مرکزی ایران تلاش‌هایی برای اصلاحات ساختاری هم انجام داده، از جمله آغاز عملیات اصطلاحاً بازار باز و عرضه اوراق قرضه یا بدهی دولت به بانک‌ها، کاری که می‌تواند رشد فزاینده نقدینگی را کند کند. بالا رفتن قیمت دلار در هفته‌ها و روزهای اخیر هم دلایل اقتصادی دارد هم دلایل سیاسی. ممکن است با تزریق ارز به بازار یا بالا بردن نرخ بهره بشود موقتاً قیمت‌ها را کنترل کرد، ولی چنین روش‌هایی عوارض جانبی قابل توجهی دارند. آنچه بازار را نگران کرده تنش‌های بین‌المللی است که افق آینده صادرات و واردات ایران را مبهم کردند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. استیو هانکه، استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه جانز هاپکینز از بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا با ماست. آقای هانکه، وقتی که یک شبه نرخ دلار و طلا تغییر میکنه به میزانی که در ایران تغییر کرده، وضع تورم چی میشه؟ تورمی که بر زندگی روزانه مردم اثر میگذاره. در این چند روز اخیر ریال به شدت سقوط کرده به طرز معناداری و خب قیمتش رو در بازار آزاد میدونید نسبت به دلار آمریکا چطور هست و خب من دارم این رو هر روز اندازه میگیرم. تورم ایران، نرخ تورمش به 49% در سال رسیده و این چیزی که دو روز پیش بود، تا دو روز پیش نرخ سالانه 40% بود، بنابراین ظرف دو روز 9% رفته بالاتر. بنابراین این مشکل حقیقی ریال هست که طبیعتاً ترجمه میشه و تبدیل میشه به تورم. وقتی کشوری از نظر اقتصادی به این مرحله میرسه، یعنی تورمی که شما حساب کردید حدود 49%، البته نهادهای رسمی کمتر میگن، چه کار میتونه بکنه برای کنترل اوضاع؟ بهترین کاری که میتونن بکنن اینه که چیزی، یک راهکاری برن به سمتش. من یک کتابی در این باره نوشتم که به فارسی هم ترجمه شده. پارلمان در تهران خواسته که کتاب من در ارتباط با کارنسی بورد ها به فارسی هم ترجمه بشه و این مشکل رو میتونه حل کنه. اگر که به اصطلاح یک کارنسی بورد رو ایجاد کنن، ریال دوباره به طلا وصل بشه، اون وقت میشه نرخ تورم رو، افزایش رو بلافاصله متوقف کرد، نرخ ریال رو تثبیت کرد، یک نرخ تبدیل فیکس یا ثابت داشت، به شرطی که ریال پشتوانه طلایی داشته باشه، بنابراین پشتوانه طلا داشته باشه. بنابراین کارنسی بورد باید روی کرده اینها باشه و خب پارلمان ایران هم این رو میدونه و در این باره تحقیق کردن. بنابراین میتونن کتاب من رو بخونن، به فارسی هم ترجمه شده. این کاری است که من در بلغارستان کردم در 1997 برای اینکه تورم شدید رو بلافاصله متوقف کنم و در بلغارستان 242% در ماه تورم داشتن، نه در سال بلکه در ماه 242% تورم داشتن. ما اون رو ظرف 24 ساعت در بلغارستان متوقف کردیم با کارنسی بورد، یعنی واحد پول اونها 100% به مارک آلمان متصل شد و این مشکل رو 100% حل کرد. اقتصاد ایران گرفتار فساد غیر شفاف، تحریم هم داره روش فشار میاره. در این شرایط طرح شما عملی هست؟ صد درصد بله. این دقیقا همون کاری که ما در بلغارستان کردیم
و بیاد داشته باشید که اونها یک دولت کمونیستی داشتن در دهه 90، در سال 1990 و تا سال 1997 کشورشون وارد آشوب و هرج و مرج شده بود و ما این رو به سرعت حلش کردیم. طبیعتاً اعتبار این کار به سیاستمدارای بلغارستان رسید، برای اینکه وقتی شما کارنسی بورد رو میرین به سمتش وضعیت رو تثبیت میکنید و وقت همه فکر میکنن که آره این سیاستمدارا هستن که دارن این کار رو انجام میدن، چون در نهایت ثبات ممکنه همه چیز نباشه، اما شما بدون ثبات هیچی نمیتونید داشته باشین. نمیتونید بدون ثبات با فساد مبارزه کنید، نمیتونید با مشکل نبود بهره‌وری رو حل کنید، مگر اینکه ارز شما، واحد پول شما، ثبات داشته باشه. ممکنه که پشتوانه پولی الان در ایران فرض بفرمایید که یورو یا دلار یا اونطور که شما میفرمایید طلا باشه، ولی این ثباتی که از اقتصاد ایران رخت بربسته، بسیاری میگن که دلیلش بی‌ثباتی در روابط خارجی ایرانه، مثلا فشارهای آمریکاست، مثلا فلج شدن سیستم بانکیه، مثلا آنچه که در داخل کشور در حال رخ دادن هست و یک اقتصاد رانتی از نظر بعضی از کارشناسا شکل گرفته. فکر نمی‌کنید که کمی ممکنه که ساده انگارانه باشه کاستن همه مسائل به این که گویا ارز کشور یا واحد پولی کشور به جای مطمئن متصل نیست؟ نه نه، این ساده انگاری نیست. من این رو در چندین کشور انجام دادم، کشورهایی که مشکل داشتن و بسیاری از مشکلات اونها مثل ایران مشکلات دیرینه و دیرپای بودن. بنابراین من کار این یک تئوری اقتصادی نیست، یک راه حل عملی هست. این انجام شده، چندین بار انجام شده در گذشته و هر کسی در ایران، هر سیاستمداری که در ایران اینو انجام بده، بلافاصله تبدیل میشه به یک قهرمان ملی، برای اینکه ریال باثبات میشه، تورم کشته میشه و اون وقت میتونید مشکلات دیگر رو حل کنید. نمیتونید هیچ کدوم از این مشکلاتی که شما ذکر کردید رو حل کنید مگر اینکه شما ثبات داشته باشین در وهله اول. باید در وهله اول ثبات رو ایجاد کنین و من این کارو کردم، بنابراین میدونم که میشه کرد. خب آقای هانیکه، بذارید اینطور از شما بپرسم. درآمد کشور بسیار کم شده، مثلا ایران دیگه به اون صورت نمیتونه روی درآمد نفتی حساب کنه. پشتوانه پول هرچی که باشه، دلار یا یورو یا حالا طلا، روز به روز کمتر میشه به خاطر اینکه مخارج دولت باید پرداخت بشه. غیر از چاپ پول اینها راه دیگه در خیلی از جاها ندارن. در اون صورت چطور میشه واقعا اون ذخیره طلا رو به اندازه لازم نگه داشت؟ خب یک نکته قبل از هر چیز اینه که این که چقدر داشته باشن و چقدر کافیه یک سوال بزرگه. خب برای اینکه اون بستگی داره که میخواین با چه نرخی این رو وصل کنید، ریال رو به طلا. اما چیزی که من طلا رو برای من جذاب میکنه، یورو دلار رو فراموش کنید. یورو و دلار رو دولت‌ها صادر می‌کنند، بنابراین معنا و بار سیاسی دارند. طلا چنین وضعیتی رو نداره. این نکته اول. نکته دوم، اگر به تاریخ ایران باستان نگاه کنید، اگر به تاریخ کهن ایران نگاه کنید، اونها ایرانی عاشق طلا هستند. بنابراین طلا چیزیه که باید به سمتش رفت و ما ذخایری داریم که همین الان میتونن ساخته بشن، برای اینکه مردم ترسی نخواهند داشت از اینکه ریال بخرن، برای اینکه میدونن که طلا پشتوانه این خواهد بود، بنابراین ترسشون خواهد ریخت. بنابراین اگر که یک نرخ تبدیل ثابت بین طلا و ریال ایجاد بشه، اون وقت قضیه جواب میده. بنابراین به نظر من ذخایر طلا خیلی سریع میتونن که انباشته بشن و زیاد بشن. وقتی ما در بلغارستان واحد پول اونها رو به مارک آلمان وصل کردیم، خیلی سریع این قضیه حل شد. بنابراین این راه حل قضیه است. یک پدیده اتوماتیکیه و هرگز کارنسی بورد در گذشته
خطا نداشته، مشکل نداشته. حتی در طول تاریخ انقلاب روسیه جان مینارد کینز اقتصاددان بزرگ انگلیسی همین کار رو کرد و در وسط یک انقلاب این کار رو کرد و جواب داد. بنابراین هرگز این قضیه مشکلی نداشته و همیشه جواب داده. ممنونم از استیو هانکه، استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه جان هاپکینز از شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا با ما. احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی از تهران با ما هستند. آقای سلطانی، شما چی فکر میکنید در مورد حرفای آقای هانکه؟ مدت ها قبل البته حرف از دینار طلا هم بوده و اینکه باید اقتصاد رو به چیزی غیر از دلار متصل کرد. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. ببینید این راه حل ایشون هست و راه‌های دیگه هم هست، منتها مسئله اساسی اینه که یک از برای اراده پیش بیاد که ما تصمیم بگیریم که نتارون کنترل کنیم. خب یعنی بیان به این به یک نقطه پایان، به این 40 سال نرخ‌های تورم بالا و بی‌ارزش‌سازی پول ملی به این ماجرا بذاریم. من مسئله اینه که این شده به یک رویه مرسوم و عادی دولت‌ها. یعنی دولت‌های ما یاد گرفتن با تورم‌سازی مالیات تورمی بگیرن، اینفلیشن تکس. فرق مالیات تورمی با مالیات عادی اینه که مالیات تورمی طبقه متوسط و ضعیف را از بین می‌برد. بنابراین این شده رویه رایج اقتصاد ما که به این ترتیب مخارج مختلف تامین میشه. بس آقای سلطانی، مالیات تورمی منظورتون چاپ بدون پشتوانه پوله؟ ببینید اگه شما تو تاریخ نگاه کنید، 2000 سال پیش هم نگاه کنید، میبینید که رومیان، دولت روم اون موقع توی 260 سال چیزش از وزن سکه به اصطلاح اون مس اون موقع کم میکرد. بله صحیح. چاپ پوله به عبارت دیگه، مانی پرینتینگ به عبارت دیگه. اینه که البته همه قصه چاپ پول نیست، چون الان تو آمریکا یا تو اروپا پول چاپ شده به مقدار زیاد، تو وقتای دیگه هم شده، ولی تورم کنترل شده. بس اینه که شما با افزایش قیمت ها و از طرف دیگه سرکوب دستمزد ها از مردم مالیات میگیرید. خیلی ساده است. ببینید الان ما توی اقتصاد ایران یه دولت داریم، یه بخش بزرگ شبه دولتی داریم که این شامل مجموعه وسیع از بنگاه ها و سازمان ها و نهادها و به اصطلاح خصولتی هاست که همه ی طیف ها در بر میگیره. اینها الان به منابع ارزان دسترسی دارن. یعنی که شما اگه ما همین امروز اتفاقا بررسی کردیم، دیدیم که مثلا سنگ آهن، قیمت سنگ آهن با دلار بازار آزاد تعیین میشه، اما در مقابل اون مالیاتی که از سنگ آهن گرفته میشه، مثلا اون خالصانه دولت یا پول برق، آب و غیره، به اون صورت بالا نرفته. یه منافع عظیمی داره اینجا تولید میشه. ببینید بس بر سر این است که در این در جریان این شوک‌های تورمی، در جریان این شوک‌های منافع عظیمی تولید میشه. خب پشت سری منافع لابی‌های قوی هستن که دائما تشویق می‌کنن. من یه مثال ساده برای شما بزنم. در دو سال 97 و 98 ما 150 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، 100 میلیارد دلار درآمد ذخایر ارزی داشتیم، 250 میلیارد دلار پول داشتیم، کل واردات ایران 40 میلیارد دلاره، با 10 میلیارد دلار هم چیزای دیگه بگیم 50 میلیارد که بودجه به اصطلاح خاصش میتونه به 30 برسه. ما با 5 سال میتونستیم با این دلاری که داریم بتونیم ادامه بدیم. ولی شما دقت بفرمایید توی 2-3 سال گذشته ارزش به اصطلاح قیمت دلار 5 برابر شده، قیمت سهام بورس ارزش بازارش 15 برابر شده. ما بررسی کردیم تو این چند ماه اخیر نسبت به 5 سال گذشته بورس 7 برابر اوروالویشن شده. ببینید اینها رو شما وقتی نگاه میکنید میبینید که مقامات رسمی دولت حمایت دارن میکنن. خب شما میرید توی بورس یک تورم دارایی ایجاد میکنید، تورم انتظاری ایجاد میشه، یک سری آدم های یک شبه درامت های ده ها میلیاردی میرسن، این پولی میرن توی بازار، ویلا میخرن، ماشین میخرن و موج تورم ساخته میشه. ببینید ما همه اقدامات ما تورم ساز. من یه جمله دیگه هم بگم، ما ظرف 3 سال نرخ ارز ایران شده 5 برابر. شما دقت بفرمایید، ما توی انقلاب
اینقدر بالا نرفت، توی 8 سال جنگ اینقدر بالا نرفت، توی ملی شدن صنعت نفت اینقدر بالا نرفت، تو جنگ جهانی دوم کشور اشغال شد اینقدر بالا نرفت، توی دوره قاجار اینقدر بالا نرفت. ببینید اینها نشون میده مسئله ما کمبود ارزی، مسئله ما اینه که اینجا یه سر منافع در بین بی سیاستی هست، فساد هست. و خب وقتی اینا حالا شما اصلا اراده‌ای وجود نداره که شما این کارو بکنید. وقتی فساد رو میگید خب من یه چیز ساده برای شما عرض کنم. من اتفاقا همین چند روز پیش حساب کردم با توجه به ارزش حقیقی دلار توی 30 سال گذشته، الان که با شما صحبت میکنم هزینه دستمزد رسمی ما به کمترین مقدار خودش رسیده. الان که من با شما صحبت میکنم اگه یه کارگر کار پیدا کنه حقوق رسمی بگیره، سر وقت بگیره، حقوقش حدود $20-30. خیلی خوب، یعنی چی؟ وقتی به مسئله فساد اشاره میکنید، خب میگن که داریم با فساد برخورد میکنید. نمونهش پرونده های متعددی هست که در حال رسیدگیه، یا مثلا کسی به اسم جمشید بسم الله رو گرفتن، یا آقایی به اسم وحید مظلومین رو اعدام کردن. چرا اینا جواب نداده تا حالا؟ ببینید ما یک فساد توی این کشور داریم به اسم فساد حالا غیر قانونی اینجوری بگیم یا غیر رسمی. یه بخشی از فساد داریم که طبق قانون و به صورت رسمی ایجاد می شود. یکی از تعریف های فساد استفاده از قدرت سیاسی برای کسب منافع فردی یا گروهی است. خب ما وقتی که دولت قیمت فولاد، قیمت پتروشیمی، قیمت سنگ آهن، قیمت همه این تولیدات بنگاه خصولتی با دلار بالا میره، اما دولتی که ادعا میکنه من پول ندارم، قیمت نهادهای اینا مثل سنگ آهن، مثل برق، مثل آب، مثل گاز متناسب با اینا بره، این یعنی چی؟ یعنی ما از یک قدرت سیاسی استفاده کردیم برای اینکه به یک بخشی از کشور منابع کشور رو بدیم. آقای من چیزی که میخوام خدمت عرض کنم، در همین دو سال گذشته هزار میلیارد تومان در این کشور به تعبیر آمریکایی‌ها مانی پرینتینگ شده. هزار میلیارد تومان ما دولتمون بی پول بنزین سه برابر میشه. همون هزار... دستکاری بازاره دیگه، درسته؟ یعنی دستکاری بعضی از نهادها در واقعیت‌های بله یک اتحادی ایجاد شده، بله بهش میگن سگانه آهنین، بین دولت، یک سری از سیاستگزارها و بنگاه‌های خصولتی. اینها کلن دارن مهار اقتصاد میچرخونن. تا این سیستم باشه، تا وقتی که ما نگاه میکنیم در بنگاه‌های بزرگ کشور، من چطور بگم، میبینیم بستگان خیشان افراد مختلف از مجلس یا دولت فرقی نمیکنه، از همه جا حضور دارن و منافع داره تقسیم میشه، طبیعتاً اصلا اراده تشکیل نمیشه که ما بخوایم بشینیم تورم رو کنترل کنیم. اصلا منافع و منافع در این تورم داره شکل میگیره. اگه متوقف بشه منافع دیگه وجود نداره برای خیلی. آقای سلطانی، بالاخره هر از گاهی وقتی که نرخ ارز میرفته بالا یه کارهایی میکردن، از جمله اینکه دلار تزریق میکردن به بازار. الان به نظر شما با توجه به شرایطی که ایران درش هست چیکار میتونن بکنن؟ الان چیکار میتونن بکنن؟ الان این است که من دو سال پیش در همین شبکه شما عرض کردم که برای کنترل بازار چه میشود کرد. الان همین عرایزمو تکرار میکنم. سعدی میفرماید چو دخلت نیست خرج واسه تر کن. ما یا دلار داریم یا نداریم. اگه نداریم خب باید بودجه متناسب با دلار ببندیم که ارز تقاضای دلار بالا نره. دو سال ما اینو میگیم، نکردن. دوم اینه که دولت کم پول کم داره. خیلی راه وجود داره. یکی از راهاش این است که قیمت نهادهای برق، آب و گاز و معدن این بنگاه خصوصی ببرن بالا. یکی از راهاش اینه که همون کاری که آمریکا توی بحران مالی 2008 کرد، یورپین سنترال بانک کرد، بانک مرکزی پایه پولی رو ببره بالا، ضریب فزاینده رو بیاره بالا، 150,000 میلیارد تومان منابع مالی بدون ایجاد نقدینگی ایجاد میشه، اینو بده دولت خرج کنه. یعنی بیاد به اینجوری تحصیل مالی کنه. خدمت من کنم خیلی، یعنی منظورم این است که ما راهلای مختلفی رو به دولت پیشنهاد کردیم که بیش از بودجهش بتونه به راحتی بتونه پول دست بیاره. متو اراده ای برای نیست که کنترل بشه. ممنونم از احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی از تهران با ما.
بر اساس داده‌های وبسایت‌های ردگیری کشتی‌ها در جهان، یک کشتی باری از ایران وارد آب‌های ونزوئلا شده. پیشتر 5 نفتکش هم از ایران به ونزوئلا سوخت رسانده بودند. ایران می‌گوید پول صادرات سوخت به ونزوئلا با استفاده از این نفتکش‌ها را کام دریافت کرده. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. این کشتی گلسان است، یک کشتی عظیم باربری که بیش از یک ماه پیش از بندر شهید رجایی ایران به سوی ونزوئلا حرکت کرد. پیش از این کشتی 5 نفتکش ایرانی همین راه را رفتند، راه درازی که از خلیج عدن، دریای سرخ، کانال سوئز و دریای مدیترانه کشتی‌های ایرانی را به اقیانوس اطلس و نیمکره غربی زمین می‌رساند. بر اساس داده‌های وبسایت‌های ردگیری کشتی‌ها، کشتی گلسان دیروز وارد آب‌های ونزوئلا شد. در 5 مورد قبلی ایران از نفتکش‌ها برای صادرات سوخت به ونزوئلا استفاده کرد، صادراتی که به علت تحریم‌های آمریکا با مشکلاتی جدی روبروست. اما ایران می‌گوید در فروش سوخت به ونزوئلا مشکلی نداشته و همه پول این فروش را هم دریافت کرده. ما مشکل گرفتن پول با ونزوئلا نداریم، حل شده است. سازوکارش هست، پولاش وصول شده، هیچ مشکل خاصی در پرداخت وجود نداره. یعنی ما مشکلی از جهت پرداخت نریم. اونایی که به ما پول نمیدن یا اروپایی هن یا کره جنوبی و اینا، یعنی بیشتر اینا، ولی اینا که با ما همراهن هیچ کدامشون مشکل پولی با ما نداره. من نمیدونم چه شیوهی و پولش گرفتن، یعنی پول آمده خزانه. این مهم اینه دیگه، ما بنزین میفروشیم، پولش باید بیاد بشینه توی حسابها، آمده نشسته. اما این بار دیگر از فروش بنزین خبری نیست. گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه بار کشتی گلسان تجهیزات تعمیر و نگهداری از پالایشگاه است. در این حال حجت الله سلطانی، سفیر ایران در ونزوئلا، در مصاحبه‌ای با شبکه المیادین گفته که بار این کشتی مواد غذایی است. در نهایت بحران ونزوئلا به شکلی است که هم به غذا نیاز دارد هم به سوخت. ونزوئلا میدان رقابت قدرت‌هایی است که یکیشان می‌خواهد حکومت فعلی نیکولاس مادورو را حفظ کند و یکی دیگر می‌خواهد حکومت خوان گوایدو را بر سر کار بیاورد. تحریم، بحران سیاسی داخلی و انزوای بین‌المللی به تورم و بحران اقتصادی دامن زده که هم سوپرمارکت‌ها را در ونزوئلا از غذا خالی کرده، هم جلوی پمپ بنزین‌ها صف‌های طولانی به وجود آورده. کمبود سوخت در ونزوئلا در حالی رخ داده که این کشور صاحب بزرگترین منابع نفت جهان است. اما پالایشگاه‌های این کشور به دلیل سالها عدم سرمایه‌گذاری توان تولید خود را از دست دادند و به موازات کمبودهای رنگارنگی که شهروندان این کشور با آن روبرو هستند، کمبود بنزین و گازوئیل هم اقتصاد نحیف ونزوئلا را زمینگیر کرده. کیوان حسینی، بی بی سی. خوزه چلهوب، مشاور ریسک پذیری سیاسی و کارشناس انرژی از کاراکاس ونزوئلا با ماست. آقای چلهوب بیش از 10 سال در شرکت ملی نفت و گاز ونزوئلا هم کار میکردن. آقای چلهوب، اول میخواستم ببینم که بنزینی که از ایران به ونزوئلا ارسال شد تا چه اندازه مشکلات رو حل کرد؟ Well, thank you for having me. ممنونم از دعوت شما در برنامه‌تون. بعد از هفته اولی که این محموله ایران رو دریافت کردیم در کشورمون از طریق این 5 کشتی، خب دولت مادورو تا این لحظه مشکل رو برای در کوتاه مدت مشکل رو حل کرده، ولی خب ما همچنان شاهد صف‌های طولانی در بعضی از شهرامون هستیم که قابل درکه، برای اینکه ظرفیت پالایشگاه‌های نفت ما کاملا نابود شده و بنابراین از این لحاظ در این 10 سال اخیر اون وضعیت گذشته رو نداشتیم و خب تا این لحظه در حال حاضر فعلا مادورو مشکل رو حل کرده، اما خب یک بحث دیگری هست درباره بنزین ایران که به کشور ما رسیده و اون اینه که با مشکلات خاص خودش اومده، خیلی مناسب
اون پترن یا الگوی مصرف ونزوئلایی نیست این بنزین. از نظر خیلی از مردم، اگر که به افکار عمومی در مردم در خیابون‌ها گوش بدید، ماشین‌هایی هستند که به موتورشون صدمه وارد شده به واسطه این بنزین و مردم میگن که خیلی خوب نیست و از نظر سنتی اون نوع بنزینی است که ما در گذشته مصرف میکردیم. بنابراین ممکنه که در هفته و ماهای آینده این ما رو با مشکل مواجه کنه. اگر که همچنان مادورو به وارد کردن بنزین ایران ادامه بده و اگر که ایران هم به هر حال بتونه همچنان صادرات خودش رو ادامه بده به درخواست مادورو، بنابراین فعلا حتی اگرچه میشه گفت که مادورو بحران رو تا حدی تونسته ازش اجتناب کنه، مشکل راندمان یا بهره‌وری این کیفیت بنزین هست. ونزوئلا ذخایر عظیم نفت داره. گفتید که تأسیسات نفتی ونزوئلا در شرایط بحرانی هستند. چه اتفاقی افتاده؟ چی شده که این تأسیسات تا این اندازه کارایی خودشون رو از دست دادند؟ خب من همیشه در این باره گاهی وقتا شوخی میکنم، ولی خب شاید شوخی تلخی باشه، برای اینکه باید شوخی کرد، خندید، اگه نه باید گریه کنیم به خاطر این وضعیت، برای اینکه ونزوئلا کشوری که وارد این وضعیت شده بدون اینکه دچار جنگ داخلی شده باشه، بدون اینکه کسی بهش مستقیم حمله کرده باشه، ولی خب بدون کسی که مثلا کشور همسایه ما رو نگاه کنید، کولومبیا در مورد کشور ما به خطوط نفتی ما حمله نشده، تخریب نشده، چنین اتفاقی نیفتاده. بنابراین از نظر من مشکل عمدتاً به خاطر فساد هست، به خاطر نبود سرمایه گذاری مناسب هست، نبود منابع مالی هست، تعمیرات و نگهداری نامناسب و این نبود احترام برای پیچیدگی، نبود درک از پیچیدگی این صنعت نفت ما در این چند دهه اخیر. به ونزوئلا لقب کشوری دادن که بالاترین بیشترین ذخایر نفت در جهان رو داره، ولی خب هیچ خاصیتی نداره وقتی که شما ظرفیتش رو نداشته باشین، وقتی که سرمایه گذاری مناسب رو نداشته باشین، وقتی که نتونید که اون نفتی که زیر خاکتون قرار گرفته رو استخراج کنید و تولید کنید. بنابراین این دلیل اصلی است. دولت تلاش کرده که تحریم‌های آمریکا رو مقصر نشون بده برای این بحران نفت و بنزین و بحران پالایشگاه‌های ما که اخیراً شاهدش بودیم، اما واقعیت اینه که تحریم‌های آمریکا به طور مشخص این سه سال اخیر هدف قرار داده بعد از اینکه مادورو به قدرت رسید. اما نکته اینجاست که تولید نفت ونزوئلا از اوایل قرن کنونی، از حدود سال 2000 این وضعیت ما شروع شد. دلیل اصلیش این بود، ما هیچ کسی به ما حمله نکرده، حمله علیه تأسیسات اصلی ما، پالایشگاه‌های ما انجام نشده. ونزوئلا کشوری بوده که سالها و سالها در صلح بوده، ما هیچ جنگ داخلی نداشتیم تا این لحظه، و خب این دلیل اصلی است که من فکر می‌کنم که ما الان شاهد سقوط کامل صنعت نفتمون هستیم. در این 20-25 سال اخیر به طور میانگین 2-3 میلیون بشکه نفت تولید می‌کردیم و حالا حتی 500 هزار بشکه در روز هم تولید نمی‌کنیم. واقعا غم‌انگیز اتفاقی که در این برای این صنعت ما افتاده، و خب دلیل اصلیش یک سیستم کاملا فساد و بدون بهره‌وری است که نتونسته از این ذخایر استفاده کنه. ممنونم از خوزه چلهوب، مشاور ریسک پذیری سیاسی و کارشناس انرژی از کاراکاس با ما.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران از افزایش مراجعان به بیمارستان‌ها خبر داده. وزارت بهداشت هم وضعیت 4 استان خوزستان، هرمزگان، کرمانشاه و آذربایجان شرقی را از نظر شیوع کرونا قرمز اعلام کرده. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته که وضعیت 9 شهر این استان بحرانی است. بر اساس آمار رسمی در شبان روز گذشته نزدیک به 2400 مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند و 116 نفر جانشان را از دست دادند. دکتر محمود رضا پورکریم پژوهشگر ارشد ویروس شناسی پزشکی و عضو کمیته آمادگی پاندمی کرونا از مؤسسه رگای بلژیک از لوون با ما هستند. آقای دکتر پورکریم، افزایش شمار مبتلاها به دلیل افزایش شمار تست هاست یا اینکه یک موج دیگه است؟ سلام عرض خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببینید، بر اساس تعریف میتونیم بگیم که افزایش تصاعدی و ریتمیک تعداد مبتلایان در روز میتونه در یک پریود زمانی نشون دهنده این باشه که ما وارد پیک جدیدی از بیماری شدیم. اما اون چیزی که مهم هستش این هستش که ما آمار تجمعی داریم در ایران، یعنی آمار کل کشور رو داریم، آمار استان به استان رو نداریم و نمیتونیم اظهار نظر کنیم که پیک دوم در کدوم یکی از استان‌ها اتفاق افتاده. اما بر اساس نظراتی که همکاران من در ایران هم دادن، بعضی از شهرها و بعضی از استان‌های ما میتونن ورود کرده باشن به پیک دوم. قطعا این طبیعی است، وجود فلکچویشن ها و به قولی ورود به بالا پایین شدن آمارهای روزانه طبیعی است. بعد از برداشتن یک سری لاکداون و محدودیت ها ما این رو داشته باشیم. ایران اولین کشوری بوده که جز اولین کشورهایی بوده که ویروس کرونا در شیوع پیدا کرده، طبیعتا جز اولین کشورهایی بوده که قرنطینه را اعمال کرده و طبیعتاً جزو اولین کشورهایی بود که به صورت تدریجی قرنطینه را برداشت. همزمان با برداشتن این قرنطینه، بله، تعداد مبتلایان بیشتری رو قطعاً میتونیم بگیم که ما بتونیم بگیم که بعضی از آمارها مربوط هستش به این که ما تعداد تست های روزانمون رو نسبت به پیک اول که 10,000 تا بوده الان حدود 30,000 تا توانایی پیدا کردیم. بخشی از این مربوط به این هست، بخش دیگری از قضیه مربوط هست به عدم رعایت مردم، که اگر وقت باشه من در بخش‌های دیگر خدمت. قبل از اینکه به اون موضوع بپردازیم، دولت ایران میگفت که خیلی بهتر از کشورهای اروپایی مثلا با این قضیه برخورد کرده. حالا وضعیت فقط در ایران این گونه است یا اینکه نمونه های دیگه هم داریم؟ ببینید، قطعا در موج اول بیماری با فداکاری بخش سلامت کشور ما واکنش قابل قبولی داشتیم، هیچ شکی در این قضیه نیست. اما مهم این استش که ما الان ببینیم که اقتصاد سلامت ما کجاست. ببینید، ما یک اقتصادی داریم که توسط تحریم تحلیل رفته. اقتصاد سلامت تنها به معنی ارسال کیت و داشتن کیت و داروها نیست، بلکه بخش سلامت رو من منظورم هستش، بخشی که مربوط به پرسنل هست، مربوط به تعداد تخت‌های آی سی یو هست، همه اینا. قطعا ما در این زمینه به صورت کامل و قوی به قول معروف حاضر نیستیم. اما مهمتر این استش که سازمان بهداشت جهانی در همه کشورها بعد از برداشتن قرنطینه این رو اعلام کرده که پیک دومی در کار هست. لذا خواسته از تمام کشورها و دولت‌ها به صورت استندبای و آماده باشن برای این قضیه. کیس‌های جدیدی رو که پیدا می‌کنن به صورت فوری جداشون کنن از جامعه، قرنطینه‌شون کنن و مواردی رو که افرادی رو که با این عزیزان در تماس بودن پیدا بکنن، جدا کنن اونها رو هم و تست ها رو به وفور انجام بدن تا بیماریابی سریع انجام بشه. این وظیفه ایست که دولت ها میتونن داشته باشن. این پیشبینی رو ما برای همه کشورهایی که شیوع کرونا رو پشت سر گذاشتن از جمله کشورهای اروپایی خواهیم داشت. صحیح. خیلی از کشورهای اروپایی هم همین وضعیت رو دارن که الان برداشته شده و خیلی از مردم هم متاسفانه رعایت نمی کنن. در هفته اخیر وضعیت یکی دو تا استان قرمز بود، الان تعداد استان ها بیشتر شده. شما اشاره کردید به اینکه خب مردم چی کارهایی میتونن بکنن. مقام های محلی هم خیلی گلمندن، گویا اینکه محدودیت ها خیلی رعایت نمیشه. و
بله متاسفانه اون چیزی که من میشنوم و من میبینم از کشور، بخش عمده ای از این شیوع مربوط هستش به عدم رعایت مردم. ببینید در برخورد با اپیدمی ها هم دولت ها وظیفه دارن هم مردم وظیفه دارن. دولت ها بیمارستان، تشخیص و درمان وظیفه‌شون هست، اما مردم رعایت مهم است. بله زمان طول میکشه تا ما مردممون عادت کنن به استفاده از ماسک، همچنان که طول کشید که بیماری هایی مثل حصوه و یا بیماری هایی مثل وبا مردم و انسان ها یاد بگیرن که بعد از مثلا رفتن دستشویی دستشون رو با صابون بشونن. اما این بیماری یک بیماری تنفسی است، بایستی این رو در نظر بگیریم. بسیار سریع در کشور پخش میشه، در شهرها پخش میشه. تصورات اشتباه، سیگنال های اشتباه که به مردم داده شده بعضی از اوقات توسط غیر متخصصین که این در اثر گرما از بین میره، اینطور نیست. هر چیزی مثل سرما و گرما که ما رو مجبور کنه در یک سقف محدود با هم نفس بکشیم، متاسفانه باعث شیوع این بیماری میشه. ما فاصله فیزیکی رو بایستی حتما رعایت کنیم. از ماسک به شدت عرض میکنم خدمتون که بایستی مردم استفاده بکنن، در جاهای پر تجمع و حضور پیدا نکنن، تجمع نکنن. حتی اگر در بخش‌های باز هم تجمعی میشه فاصله فیزیکیشون رو رعایت کنن. گرما تنها فرم این بیماری رو ظاهرا عوض کرده که فرم‌های بدون علامت بیماری رو ما بیشتر میبینیم. فرمی رو که ما الان داریم میبینیم اکثرا بی علامت هست، لحاظا احتیاطی خیلی بیشتر از قبل بایستی صورت بگیره. سپاسگزارم از دکتر محمود رضا پورکریم، پژوهشگر ارشد ویروس شناسی در بلژیک. پلیس بریتانیا میگوید حمله فردی با چاقو به عده‌ای در یک پارک 3 کشته بر جای گذاشت تروریستی بوده. این حمله دیروز غروب در شهر ریدینگ در 60 کیلومتری غرب لندن اتفاق افتاد. پلیس مهاجم را دستگیر کرده. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. متاسفانه این گزارش آماده نیست، اما فرمانده و اجازه بدید که به موضوع دیگه‌ای بپردازیم که مربوط هست به ورزش کم و بیش البته. بله، از سرتیپ حسین نجات جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه سارالله تهران شد. او جانشین سرتیپ محمد کوسری شده. حسین نجات با حکم سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این مقام منصوب شده. محمد حسین زیبایی نژاد که به سردار نژاد شهرت داره قبل از این مناسب گوناگونی در این نهاد داشته، از جمله جانشینی ریاست سازمان اطلاعات سپاه. سارالله شاید مهمترین قرارگاه امنیتی پایتخت باشه که وظیفه رویارویی با اعتراضات خیابانی یا اتفاقایی مثل کودتا رو بر عهده داره. خبر ورزشی که داریم رو هم البته در ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت، ولی فعلا برای این موضوع همکارم پوریا ماهرویان اینجاست. با خود آقای نجات شروع بکنیم. از سابقه آقای نجات پوریا چی میدونیم؟ بله، آقای نجات در طول این 40 سالی که در سپاه بوده عمدتاً کارهای امنیتی یا اطلاعاتی داشته. یه دوره کوتاهی فقط جانشین ستاد مشترک سپاه بود، ولی همیشه در کار امنیتی و اطلاعاتی سپاه بوده. در بعد و تأسیس اطلاعات سپاه ایشون همراه با محسن رضایی و چند نفر دیگه جزو تشکیل دهندگان اطلاعات سپاه بودن. آقای نجات سابقش برمیگرده به قبل از انقلاب، مبارزه با رژیم شاه و در اون دوره در سازمان گروه‌هایی بودن که بعداً شد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. بخش دست راستیش مثل همین آقای محسن رضایی، آقای نجات، زلقت، سرلشکر، رشید، اینها جدا شدن و به بدنه سپاه و بخش اطلاعاتی پیوستن. در طول جنگ جزء حفاظت اطلاعات، فرمانده حفاظت اطلاعات مهمترین قرارگاه رزمی ایران بودش و بعد جنگ همواره کارهای اطلاعاتی داشته که مهمترینش 10 سال فرمانده سپاه ولیعمر بودش. سپاه ولیعمر مسئولیتش حفاظت از جان رهبر ایران و دفتر رهبریه. رابطه بسیار نزدیک با بیت داره، همچنان رابطهش نزدیکه و بعدها هم که اومدش شد جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه
و یک دوره ای هم که یک سالم معاون فرهنگی فرمانده کل سپاه بود. نام قرارگاه سارالله از کی بر سر زبان ها افتاد و بیشتر مطرح شد؟ قرارگاه سارالله 25 سال پیش تأسیس شد. کارش حفظ امنیت پایتخته. فرمانده اولیش هم رحیم صفوی بودش که اون موقع جانشین فرمانده کل سپاه بودش. بعدها هی قدرتش بیشتر شد. در سال 88 در واقع اوجش بود که یکی از فرماندهان سپاه، فرمانده سپاه لشکر محمد رسول الله گفت ما 30 خرداد شورای عالی امنیت ملی اجازه داد به سپاه که وارد داستان بشه و امنیت رو حفظ کنه. وظیفه قرارگاه سارالله اینه که در موقع ناآرامی ها این چتری میشه بالا سر لشکرهای استانی، لشکر سیدالشهدا، لشکر پایتخت محمد رسول الله، وزارت اطلاعات، نیرو انتظامی، بسیج، لباس شخصی ها و در صورت لزوم سپاهای استانی اطراف هم زیر نظر قرارداد حفظ امنیت رو بر عهده دارن. خب اگر بخوایم مفهوم این تغییرات اخیر رو بفهمیم چی میشه گفت؟ به هر حال سپاه همینجور داره پیش میره به سمت سیاسی شدن. همین آقای نجات در دوره حصر گفته میشه خیلی در ارتباط بود با حصر، معاون امنیت داخلی دبیرخونه شورای عالی امنیت بود در زمان آقای جلیلی. خب یه همچین آدمی دوباره اومده امنیت کل تهران رو، پایتخت رو بر عهده گرفته. ما میبینیم در حوزه‌ای در یک سال گذشته که آقای سلامی فرمانده کل سپاه شده، آدم‌های سیاسی بیشتر دارن مناصب رو بر عهده می‌گیرن. نمونه‌اش آقای محمدرضا نقدیه که همیشه کار اطلاعاتی یا امنیتی کرده، الان معاون هماهنگ کننده سپاهه که بیشتر یک کار نظامیه تا یک کار اطلاعاتی یا به قول خودشون فرهنگی. و آقای نجات هم جزء همین تیمه و می‌بینیم که سپاه بیش از گذشته به سمت سیاسی شدن میره و رابطه‌اش هم با نهادهای دیگر داره بیشتر میشه. ممنونم از پوریا ماهرویان همکارم. اما همونطور که اشاره کردیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیشب در ایالت اوکلاهاما اولین گرد همایی انتخاباتی خودش را از زمان آغاز بحران کرونا در میان هشدارها درباره خطر شیوع این ویروس برگزار کرد. بحران کرونا کارزارهای انتخاباتی آقای ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن رو با مشکلات زیادی روبرو کرده. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اواسط پاییز برگزار میشه. بهمن کلباسی گزارش میده. The President of the United States, Donald J. Trump. دونالد ترامپ پیش و پس از رئیس جمهوری شدن بارها از شور و هیجان دوستدارانش برای نمایش قدرت، حمله به منتقدان و عبور از دردسرهای سیاسی در واشنگتن بهره برده. گرد همایی های بزرگ همچنین بخش مهمی از استراتژی آقای ترامپ است برای انگیزه دادن به رای دهندگان با هدف پیروزی در انتخابات پیش رو در آبان ماه، اهرمی که با شیوع کرونا و تعطیلی همه تجمعها از آن محروم شده بود. پس از چند ماه اخبار بد اقتصادی ناشی از کرونا، تظاهرات گسترده و انتقادهای شدید مقامهای سابق دولتش که سبب عقب افتادن او از رقیب در نظرسنجی‌ها شده، صبر آقای ترامپ لبریز شد و با وجود نگرانی‌ها از ادامه شیوع ویروس دیشب به جمع حامیانش در شهر تولسای ایالت اوکلاهوما رفت. پایانی بر هفته‌ها دوری اجباری از طرفدارانش که تعداد کمیشان ماسک زده بودند. وقتی شما تا این حد تست می‌کنید، خب تعداد بیشتری کرونا مثبت پیدا میشن. برای همین به تیمم گفتم یکم سرعت تست کردن رو کم کنید. او و کارزار انتخاباتیش همچنین تقصیر خالی ماندن بخشی از سالن را به گردن آنچه هیاهوی رسانه‌ها در مورد خطر کرونا خواندند و تظاهرات مخالفان در بیرون از سالن انداختند. آقای ترامپ وقتی به بخش سیاست خارجی صحبت‌هایش رسید، هشدار داد که اگر رقیب دموکراتش پیروز شود، ایران در برابر آمریکا دست بالا را خواهد داشت. ایران خیلی میخواد توافق کنه، ولی جان کری و اینا رفتن به ایرانیا گفتن صبر کنین تا بایدن رئیس جمهور بشه و شما اصلا صاحب آمریکا میشین. ولی من به ایران گفتم اگر طولش بدین برنده میشم، اون وقت قیمت توافق خیلی میره بالاتر. کرونا البته فقط کارزار آقای ترامپ را با دست انداز روبرو نکرده. رقیبش جو بایدن هم
با اینکه سخنور کم جاذبه تر است و تعداد شرکت کنندگان در گرد همایی هایش معمولاً به مراتب کمتر است، اما به خوشوبش و ارتباط مستقیم با رای دهندگان شهرت دارد. رابطه‌ای که حالا بیش از 3 ماه است قطع شده و تیمش به اجبار همه تماس‌های آقای بایدن با دنیای خارج را به مصاحبه‌های خبری و گفتگوهای اینترنتی از زیرزمین خانه‌اش محدود کرده. دستاویزی برای کارزار انتخاباتی آقای ترامپ تا در زیرزمین ماندن جو بایدن را مسخره کند. شاید همین باعث شد او در هفته‌های اخیر بالاخره به صورت محدود از خانه خارج شود. کرونا کارزارهای انتخاباتی ترامپ و بایدن را واداشته بیشتر از معمول بر فعالیت‌های آنلاین متمرکز شوند. از مصاحبه‌های عروس آقای ترامپ با حامیان رئیس جمهوری از خانه‌اش تا گفتگوهای آقای بایدن با رای دهندگان از طریق ویدئو با حضور رقبای پیشین دموکراتش که حالا از او حمایت می‌کنند و جمع کردن پول از حامیان از طریق تماس ویدیویی با حضور باراک اوباما. مبارزات دوران کرونا فقط کاندیداهای ریاست جمهوری را محدود نکرده. یکی از خبرسازترین رقابت‌های درون حزبی دموکرات‌ها برای یک کرسی مجلس از نیویورک است. الیت انگل، نماینده پرنفوذی که رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان است، در برابر یک مدیر مدرسه به نام جمال بومن. آنها مناظره‌شان را هم از خانه برگزار کردند. حامیانشان هم به جای در خانه‌های مردم را زدن برای تبلیغ کاندیدای مورد نظرشان به رای دهندگان زنگ می‌زنند. زنگ زدن‌هایی که پای تماس ویدیویی با هم انجام می‌دهند تا دست کم فضای دفتر ستاد انتخاباتی دوران پیش از کرونا را تا حدی بازسازی کنند. آقای بومن این هفته با احتیاط فراوان در جمع تعداد محدودی از طرفدارانش صحبت کرد. گام‌های آرام برای خروج از سایه کرونا چند روز مانده به انتخابات درون حزبی که این سه‌شنبه در نیویورک برگزار می‌شود. در این چند ماه همه کارزار انتخاباتیمون تلفنی و اینترنتی انجام شد. مهمتر این که وقتی با رای دهندگان تماس می‌گرفتیم، اول جوای حال و نیازهایشان در این شرایط سخت می‌شدیم تا اینکه بخوایم حرف سیاسی بزنیم و به رای دادن قانعشون کنیم. بیش از 3 ماه از وقتی که ویروس کرونا عملاً تمامی گردهمایی‌های انتخاباتی چه برای کاندیدای ریاست جمهوری چه برای نمایندگان کنگره رو متوقف کرده می‌گذره. به این شدی که نخستین تجمعی باشه که یک کاندیدا آمده صحبت می‌کنه با طرفدارانش، البته با پوشیدن ماسک، ولی هنوز راه بسیاری داریم تا اینکه به حالت پیش از این بحران برگردیم و به صورت سنتی کاندیدا بتونن رقابت کنن برای کرسی‌های مجلس و ریاست جمهوری. پلیس بریتانیا میگوید حمله فردی با چاقو به عده‌ای در یک پارک که 3 کشته بر جای گذاشت تروریستی بوده. کسرا ناجی گزارش میدهد. پلیس راه‌های منتهی به پارک را در ریدینگ بسته و حالا میگوید حمله دیروز غروب در این پارک یک حمله تروریستی بوده است. در این حمله 3 نفر کشته شدند و 3 نفر دیگر به شدت مجروح. به گفته مقام های بریتانیا این بزرگترین حمله تروریستی در این کشور طی 3 سال گذشته است. حمله ای که کمی بعد از پایان یک تظاهرات مسالمت آمیز علیه نژاد پرستی صورت گرفت. اگرچه انگیزه عامل این حمله هولناک هنوز روشن نیست، پلیس مبارزه با تروریسم حالا مسئولیت تحقیق درباره آن را به عهده گرفته. اما این برای ما روشن است که این حمله به هیچ وجه ارتباطی با تظاهرات جان سیاهان مهم است نداشته است. به گفته شاهدان عینی ساعت 7 غروب دیروز وقتی که هوا هنوز روشن بود، این فرد که گزارش شده لیبیایی بوده با چاقو به گروهی که با فاصله اجتماعی در کنار هم بودند حمله بود و قبل از آن که آنها متوجه شوند 3 نفر را کشت و بعد هم نفر 4 را به شدت زخمی کرد. او بعد به گروه دیگری در همان نزدیکی حمله برد، آنجا هم چند نفر را زخمی کرد و بعد هم فرار کرد. این شاهد عینی که در محل بود میگوید این مرد را دیده که فریاد زنان به گروهی که دور ایستاده بودند حمله کرد. او میگوید از جایی که او ایستاده بود معلوم نبود که این مرد چه میگوید و به چه زبانی صحبت میکند. میگوید اول فکر کرد که شاید دعوا شده. پلیس مهاجم را فقط 5 دقیقه بعد اینجا دستگیر کرد، در همون نزدیکی.
این فیلمی است که یکی از آبران گرفته. پلیس چند ساعت بعد به آپارتمانی وارد شد که به نظر میرسد محل اقامت او بوده، بعد از اون که مجتمع را از ساکنان آپارتمان ها تخلیه کرد. این لحظه ای که پلیس وارد آپارتمان او شد، این عکس مهاجم که پلیس منتشر کرده و میگوید 25 سال است و اصلا لیبیایی. I'm appalled and sickened that people should. بوریس جانسون نخست وزیر گفت از اینکه عده‌ای به این صورت جانشان را از دست دادن بسیار متاسف است و برای کشته شدگان دعا دارد و با نزدیکان آنها همدردی می‌کند. او گفت باید دید از این واقعه چه درسی می‌شود گرفت و برای جلوگیری از تکرار آن چه باید کرد. In custody the police must get on with their job. این تصاویر محل وقوع حمله‌های دیروز غروب، خونین ترین حمله بعد از حمله در سال 2017 در اطراف یکی از پل‌های مرکزی شهر لندن که در آن 11 نفر کشته شدند، از جمله 3 مهاجم. شهر ردینگ که به آرامشش معروف است حالا عزادار کشته شدگان این حمله است، حمله ای که مردم اینجا را تکان داده. کسرانجی، بی بی سی. در اولین روز تابستان بسیاری از ساکنان جزیره زمین شاهد خورشید گرفتگی بودند. ایران موقعیت خوبی برای رصد این کسوف داشت. مثل همیشه جویندگان سایه از مدت‌ها قبل آماده رصد بودند. تصاویری ببینیم از آن چه امروز ثبت شد. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی 60 دقیقه رو در وبسایت بی بی سی فارسی و کانال یوتیوب ما تماشا کنید. ممنون از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.